سهمیه بندی نان، ارمغان تازه جمهوری اسلامی بعد از 43 سال. هر ایرانی 0.7 نان سنگک. یک مقام وزارت اقتصاد میگوید برای هر کد ملی یارانه نان ثبت میشود و با هر کارت بانکی امکان خرید نان وجود دارد. احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته قرار است در قالب همین کارت فعلی یارانه ها سازوکاری طراحی شود که به نسبت سرانه مصرف حدود 0.7 نان سنگک به ازای هر فرد تعریف و مازاد بر آن محاسبه شود. محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این اقدام را راهکار دولت برای حفظ قیمت فعلی نان اعلام می کند. مکلفه یا بر اساس روش قبل برای واردات گندم به کشور بر اساس نرخ ارز ترجیح اقدام کنه و یا ما با تفاوت این رو در حلقه آخر که مصرف هست به مردم اختصاص بده. الان دولت در حال بررسی است. پیشبینی ما اینه که دولت به احتمال زیاد به میزان مصرف در انتهای چرخه از طریق نانوایی ها اقداماتی رو میخواد شروع بکنه و طبیعتا اون چیزی که ما انتظار داریم و در قانون هم اومده قیمت نان نسبت به سال گذشته برای مردم تغییری نمیده. اعلام شده در زنجان این طرح به صورت آزمایشی در حال انجام است. این تکاپوی دولت برای حفظ قیمت نان سنتی بعد از افزایش یک شبه آرد نان فانتزی و به دنبال آن قیمت نانهای فانتزی رخ داده. سلام، خسته نباشید. یه بسته نون باگت 4 تا 27,000 تومان. این 4 تا شده 27,000 تومان. قیمت آرد تقریبا 10 برابر شده. نانوایی های فانتزی آرد کیسه‌ای 70,000 تومانی را باید به قیمت آزاد 670,000 تومان بخرند. اتفاقی که نه فقط نان خریداران را، که نان نانوایان را هم آجر کرده. نانوایی های فانتزی مجبورند برای سرشکن کردن هزینه ها قسمتی از نیروهای خودشون رو تعدیل کنند و حتما در کیفیت کارشون هم تاثیرگذار خواهد بود و مردم هم متاسفانه امروز باید یک بسته نون ساندویچی ساده به وزن 700 گرم رو با قیمت 24,000 تومان بخرن، قیمتی که معادل قیمت 700 گرم مرغ سفیده. ساندویچ آخرین قلم از فهرست بلند بالای مواد غذایی است که به جمع خوراکی‌های لوکس می‌پیوندد و سهمیه بندی یادآور کوپن‌های دهه‌اش است. با این تفاوت که در زمان جنگ هم گوشت و روغن و شکر اگر کوپنی بود، اما نان نبود. نازنین معمار، لندن.